نشست بزرگ مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان با حضور اقشار و نمایندگان اصناف اجتماعی مختلف مردم در کابل برگزار شد. سخنرانان در این نشست یک بار دیگر بر حکومت همشمول، تامین امنیت و ثبات دائمی، حضور فعال زنان در حکومت آینده، در نظر گرفتن حق مساوی برای همه اقشار مردم، ثبات اقتصادی و تامین آزادی‌های مذهبی و مدنی تاکید نمودند. در این نشست همچنین گفته شد گروه طالبان به وعده‌هایی که به مردم داد هرچه زودتر باید عمل کند، زیرا تأخیر در عملی ساختن این وعده ها بی‌باوری به این گروه را بیشتر خواهد کرد. برگزاری سومین نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان. در این نشست اقشار مختلف و نمایندگان اصناف اجتماعی اهل تشیع، اعم از علمای دینی، نمایندگان دفاتر مراجع عظام تقلید، ائمه مساجد، نمایندگان پیشین مردم در شورای ملی و شوراهای ولایتی، مدیران و طلاب مدارس دینی، اعم از طبقه ذکور و اناث، استادان دانشگاه، نمایندگان احزاب سیاسی، معلمان مکاتب، دانشجویان، قاریان قرآن، تاجران ملی، وکلای گذر، هیئت امنای مساجد و همچنان شماری از نمایندگان طالبان اشتراک کردند. محور اصلی مباحث در این نشست نیز مشارکت عمومی برای تشکیل حکومت آینده، ایجاد حکومت همشمول، تأمین امنیت و ثبات در کشور و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی بود. عمل به تمام وعده ها، اون چی که می خواهیم ما و اون چی که توصیه می کنیم ما، این است که مسئولین محترم عمل به تمام وعده هایی که به مردم مسلمان افغانستان داده است عمل کند. شورای علمای شیعه آرزو دارد و جدن می خواهد تمام اقوام، اقشار و پیروان مذاهب اسلامی ساکن در این سرزمین به حیث اتباع متساوی الحقوق باید از امتیازات برابر بدون تبعیض بهره‌مند و آزادی‌های مشروع هیچ بخشی از ملت افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اداری و مذهبی سلب نشود. از سوی هم در این نشست تمامی اقشار مردم تک صدایی را در شرایط کنونی به نفع مردم و حکومت ندانسته و تأکید بر وحدت ملی نمودند. همچنان شماره گفتن اگر طالبان میخواهند اقتدار ملی و بین المللی را دوباره به افغانستان بازگردانند، باید در کنار همشمول بودن حکومت، امنیت دائمی را نیز فراهم سازند. اقتدار ملی و اقتدار بین المللی کشور در صورت بازگشت میکند که این نهادهای امنیتی بیش از پیش فعال باشد. مطالبات مردم مجاهد و همه در صحنه ما در قدم اول امنیت جانی، مالی، ارض، آبرو و عزت است. این نشست شاهد حضور پررنگ و پرشور زنان نیز بود. در این نشست بر تأمین حقوق و مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تأکید شد. سخنرانان تصریح کردند که زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه مسلمان افغانستان نباید از تصمیم‌گیری‌ها و حضور در جامعه و حکومت محروم گردند. زنان در تعیین سرنوشت آینده کشور سهیم باشند، از نظر حقوق علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی باید مشارکت عادلانه برای زنان در نظر گرفته باشند. بحث دیگر در این نشست ادامه کمک‌های جهانی بود. شرکت کنندگان با نگرانی از وضعیت اقتصادی افغانستان گفتند حکومت آینده باید بر ادامه کمک‌های جهانی توجه کرده و اجازه ندهند این کمک‌ها قطع گردد. پیام ما به جامعه بین‌المللی است که کمک‌های آنها برای بازسازی اقتصاد و کمک‌های بشردوستانه در این وضعیت بحرانی به افغانستان نباید خط شود، چون فشار اصلی اولا به ملت مستضعف وارد می‌شود و سپس به دولت که درست نیست.
این کمک‌ها در گذشته به خاطر فساد دولت حیف میل شد و در این زمان باید این قضیه به درستی مدیریت شود. در اینجا همچنین گفته شد که حکومت همشمول باید هرچه زودتر تشکیل شود و باور اشتراک کنندگان تأخیر در اعلام حکومت می تواند زمینه بی‌باوری را در میان مردم بیشتر کند. یک روی سخن دیگر دارم برای برادرای عزیز و مکرمی که امروز در رأس حکومت قرار گرفتند. در حقیقت امروز در بوته محک و امتحان خداوند قرار گرفتند. پیشنهاد دومم هم برای شورای علما که این مطلب را در خطنامه‌اش هم درج کند و برای مسئولین دولت آینم ایست. دوستا عزیزا، سهمیه بندی در کانکور بزرگترین جفا بحق شاگردان لایق و ارزنده ماست، باید ای برداشته شود. در اخیر نشست شورای علمای شیعه افغانستان با توجه به مطالبات عموم مردم و اظهارات نمایندگان اصناف اجتماعی حاضر در نشست، قطعنامه 14 ماده‌ای را منتشر کرد. در این قطعنامه موارد مختلفی از خروج آمریکا از افغانستان تا تشکیل حکومت همشمول مبتنی بر عدالت و مشارکت عمومی و لزوم عملی شدن وعده‌های طالبان در عرصه‌های مختلف تأکید صورت گرفت. صلح تنها به زمین گذاشتن تفنگ و ختم جنگ نیست. برای صلح عادلانه و پایدار باید ذهنیت، باور، روحیه صلح‌آمیز و وحدت ملی در جامعه ایجاد و با تطبیق عدالت اجتماعی تقویت و مستحکمتر گردد. در غیر آن امکان دارد صلح پایدار نداشته باشیم. این قطعنامه تصریح می‌کند که شرکت کنندگان این نشست از شورای علمای شیعه افغانستان می‌خواهد که به حیث نهاد دینی و مستقل جامعه تشیع افغانستان مذاکرات را با طالبان با در نظر داشت مفاد این قطعنامه تا نهایی ساختن گفتگوها و رسیدن به نتیجه مورد قبول هر دو جانب و اتخاذ تصمیم مشترک ادامه دهد. همچنین اجلاس مشورتی خواستار شد که شورای علمای شیعه افغانستان در همه تصامیم مهم کشوری شرکت داشته باشد. بیننده های ارجمند، مشروع قطعنامه نشست مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان در پایان همین سرویس خبری به نشر خواهد رسید. و اما برای بحث بیشتر در این مورد گفتگویی داشتم با حجت الاسلام عبدالله افضلی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، و از او در مورد هدف برگزاری نشست امروز شورای علمای شیعه پرسیدم. چند وقت قبل شورای علمای شیعه یک کنفرانس مطبوعاتی داشت و در او کنفرانس مطبوعاتی دیدگاه ها و مطالبات خواسته های مردم بعد از تحول سیاسی که در کشور پیش آمد اونجا مطرح کرده بود. بله. و مورد استقبال خاص مردم قرار گرفتی حرکت و به دنبال از او ایجاب میکرد که بخش های مختلف مردم، نهادها و مجموعه های سیاسی، فکری، فرهنگی و تحصیل کرده ها را در یک نشست کلان دور هم جمع بکنیم و در این راستا تلاش شود که یک همصدایی در جامعه به وجود بیاید در راستای مطالبات حقوق مردم. هدف از جلسه امروز ایجاد همصدایی و شکلگیری همصدایی در جامعه بود. بله، خواست مشخص شرکت کنندگان در جلسه امروزی از طالبان چی بود؟ این خواسته ها بر چند محور بود؟ محور اولی که از ضرورت امروزی جامعه هست بحث امنیت بود. با وصف که امنیت به شکل خوبی تأمین شده در شهر و تأمین می شود، ولی در عین حال در گوشه و کنار شهر مزاحمت های برای مردم هست، در خانه های مردم کسایی میره خود به نام طالب معرفی میکنه، حقیقتش هم معلوم نیست چی. بخش اول. بحث دوم مشکل بیکاری و تا که درست پیش تعطیلی بانک ها و بازار پولی و اینا و گرانی، این بخش دوم بود که جمعیت و جلسه از طالبان تقاضایی را داشتند که یک رسیدگی عاجلی در قسمت بکنه. کارمندای سابق دولت دو سه ماه معاش نگرفته بودند، زندگی آنها متکی به او بود. دو تا محور بود. بله. محور سوم هم مطالبات اصلی و کلان مردم در حکومت آینده بود. اساسی ترین بحثی که بیشتر سخنرانان روی اون تکیه کردین بود که ما حکومتی را نمی خواهیم که در او یک تعداد
از چهره های مردم ما در او باشد، ولی در اصل شکل گیری حکومت ما شریک نباشیم و طرف مشوره نباشیم. بله. در جلسه تاکید روی این بود که ما انمی لحظه ای که مذاکرات برای حکومت سازی جریان داره باید طرف مشوره باشیم و بعدش هم مشارکت اقوام از جمله مردم شیعه در حکومت آینده به شکل معنادار باید اونجا تحقق پیدا بکند و تمثیل شود. بله، خواسته ها و محور هایی که شما گفتین، حالا تصمیم بعدی شورای علمای شیعه کشور چیست و چه میکانید برای شریک ساختن این خواسته ها با گروه طالبان اصلا روی دست گرفته شده است؟ قطعنامه ای که امروز در این مجلس 4000 نفری که در او نخبگان جامعه شرکت کرده بود، قطعنامه ای کجا قرائت شد و این قطعنامه برگرفته از مطالبات سخنرانان محفل بود که ما بیش از 15 نفر سخنران داشتیم. این قطعنامه نقشه را برای شورای علماست. در روشنایی همین قطعنامه شورای علما ارتباطات و ملاقات ها و روابط خود با مقامات طالبان جدیتر برقرار خواهد کرد و برای تحقق این خواسته ها که در قطعنامه آمده تلاش جدی و انشالله پیگیری از این لحظه به بعد شروع خواهد شد. بله، تا کنون شورای علما برای مطالبات خود با گروه طالبان ارتباط های برقرار کردن، آیا یا خیر و این ارتباطات در چه سطح و سطوحی بوده؟ بعد از کنفرانس مطبوعاتی شورای علما یک هیئت 5 نفره از بزرگان شورا را توظیف کردند تا با مقامات تحریک طالبان ملاقات داشته باشد و این هیئت 5 نفره یک مرحله در کانتیننتال با بزرگان و همو کمیته سیاسی طالبان که اونا هم 5 نفر بودند و عضو شورای رهبری طالبان بودند و اکثریتش عضو همو هیئت مذاکره کننده قطر بود، یک جلسه با اونا ما داشتیم. جلسه صمیمی و خوبی 2 ساعته بود و روی محورهای مختلفی صحبت ها شد و بیشتر هم بخش از صحبت ها تعارفی و بخش دیگر هم تاکید مقامات طالبا بر این که ما دنبال حکومت همه شمول این بحثا، ولی هنوز ما یک بحثی که روی مصادیق شروع شوه که چی کارا را باید بکنیم و روی محورهای اصلی هنوز یک همچی بحثی را نیفتاده.